سلام به شما دوستای نازنینم، به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم با همدیگه با خواص میخک و تاثیرات مثبتی که روی انواع بیماری ها داره آشنا بشیم. پس من رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید و با زدن زنگولک کنار دکمه سابسکرایب از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. مورد اول، هضم بهتر غذا. میخک با تحریک آنزیم های هاضمه باعث ترشح آنها و سهولت عمل کرده دستگاه گوارش میشود. این ماده به کاهش سوء هاضمه، نفخ شکم، ورم معده و حالت تهوع هم کمک میکند. میخک را به شکل های مختلفی مانند سرخ شده، پودری یا با عسل برای تسکین اختلالات گوارشی مصرف میکنند. برخی پزشکان معتقدند از میخک میتوان به عنوان درمان خانگی برای رفع اسهال و اسهال خونی بهره برد. مورد دوم، استفاده از ویژگی های ضد میکروبی. میخک به دلیل داشتن خواص ضد میکروبی با برخی پاتوژن های انسانی هم مقابله میکند. اصاره میخک برای از بین بردن عوامل بیماریزا به اندازه کافی قوی است و حتی به مقابله با میکروب عامل وبا هم رحم نمی کند. مورد سوم، مبارزه با سرطان. یکی از جذابیت های میخک برای جامعه پزشکی قابلیت استفاده از آن در مبارزه با سرطان است. بر اساس تحقیقی که در مجله آکسفورد به چاپ رسید، استفاده از میخک برای کنترل سرطان ریه در مراحل نخست بسیار مفید است. بنا به نظر محققان، اولانولیک اسید موجود در میخک دارای خواص ضد تومور است. برخی از تحقیقات هم نشان می‌دهد ماده موسوم به اوژنول در میخک وجود دارد که می‌تواند با سرطان دهانه رحم مبارزه کند. در پژوهش‌های انجام گرفته تا کنون، این احتمال که میخک در درمان و کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، رشد تومورها و سرطان‌های دیگر مانند سرطان کلون روده بزرگ نقش دارد، تا حد زیادی قوت گرفته است. مورد چهارم، حفاظت از کبد. میخک دارای مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است. در نتیجه میتواند از اندام‌های مختلف بدن به ویژه کبد در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کند. سوخت و ساز بدن در بلند مدت ضمن کاهش آنتی اکسیدان‌های موجود در کبد باعث افزایش تولید رادیکال‌های آزاد و پروفایل لیپیدی می‌شود. اصاره میخک با وجود خواصی که در زمینه محافظت از کبد دارد به مقابله با این اثرات منفی میپردازد. مورد پنجم، کنترل دیابت. در درمانهای سنتی از خواص میخک برای رفع بیماریهای متنوعی مانند دیابت استفاده میشود. انسولین در بیماران مبتلا به دیابت به اندازه کافی ترشح نمی شود. در بعضی موارد هم اصلا انسولین در بدن این افراد به وجود نمی آید. اصاره میخک می تواند موجب تحریک ترشح انسولین شود و سطح قند خون در بدن را کنترل کند. مورد ششم، حفاظت از استخوان ها. اصاره هیدروالکلی میخک حاوی ترکیبات فنولیکی مانند اوژنول و مشتقات دیگر آن، یعنی فلاونیدها و فلاونها و ایزوفلاونها هستند. چنین ترکیباتی از تراکم و مواد معدنی موجود در استخوانها حفاظت میکنند. ضمن اینکه قدرت کششی و انعطاف استخوانها در افراد مبتلا به پوکی استخوان را نیز افزایش می‌دهد. مورد هفتم، مقابله با جهش‌های ژنتیکی.
مواد جهش‌سا یا موتاژن‌ها مواد شیمیایی هستند که با ایجاد جهش باعث تغییر آرایش ژنتیکی DNA می شوند. اما ترکیبات زیست شیمیایی موجود در میخک مانند فنول دارای خواص ضد جهش هستند و بنا به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می توانند اثرات جهش را در سلول ها به شکل محسوسی کنترل کنند. مورد 8. تقویت ایمنی بدن. در طب هندی برخی از گیاهان توانایی تقویت ایمنی بدن را دارند. یکی از این گیاهان درمانی میخک است. قنچه خشک میخک حاوی ترکیباتی است که ایمنی بدن را با افزایش گلبول‌های سفید تقویت می‌کند و باعث بهبود ازدیاد حساسیت تخیری می‌شوند. ازدیاد حساسیت تخیری بروز نوعی حساسیت و آلرژی در بدن است که در بعضی از افراد در مواجهه با برخی آنتیژن‌های بیگانه رخ می‌دهد. مورد 9. خواص ضد التهابی. از خواص میخک می‌توان به ویژگی ضد التهاب و آرام بخش بودن آن هم اشاره کرد. تحقیقات روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد وجود اژنول در میخک باعث کاهش التهاب ادم و با تحریک گیرنده‌های درد را هم تسکین می‌دهد. مورد 10. رفع بیماری‌های دهان. میخک برای رفع بیماری‌های دهان مانند التهاب لثه و پیوره هم مفید است. اوستاره گل میخک میتواند رشد عوامل بیماریزا در دهان را کنترل کند. در نتیجه بیماری‌های مختلف دهان و دندان به کمک میخک درمان می‌شود. علاوه بر اینها میخک میتواند دندان درد را هم کاهش دهد. مورد 11. تحریک میل جنسی. گفته می شود ادویه های مانند میخک و جوز هندی باعث افزایش میل جنسی می شوند. تحقیقاتی که اثرات اوساره میخک و جوز هندی را با داروهای افزایش میل جنسی مقایسه کرده نشان می دهد که ادویه های مذکور در این زمینه کاربرد دارند. مورد 12. درمان سردرد. سردرد هم با مصرف میخک کاهش پیدا می کند. کمی گل میخک را با سنگ نمک ترکیب و آنها را به یک لیوان شیر اضافه کنید. این ترکیب می تواند به سرعت باعث کاهش سردرد شود. و مورد آخر، رفع چاقی. محققان با پژوهش‌هایی که روی موش‌ها انجام دادند متوجه شدند که اضافه کردن میخک به رژیم غذایی پر از کربوهیدرات موش‌ها باعث کاهش وزن آنها می‌شود. چربی شکم، کبد و وزن بدن در موش‌هایی که میخک مصرف کرده بودند نسبت به گروه‌های دیگری که رژیمی بدون میخک داشتند کاهش یافته بود. ممنونم از اینکه من رو در این ویدیو همراهی کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.